136. خواهش میکنم صدای اون آدم صدر نیار. با منی؟ بله. ازت دارم خواهش میکنم صدای آدم صدر نیار. چرا مگه بده؟ رقیل مالیم. شما به تو بخور. آمه شم. گفتم خواهش میکنم صدای آدم صدر نیار. واهومی تو مگه بابا میهه به من دست دور میدی؟ بابات نیستم، همسرتم، دارم ازت خواهش میکنم. صدای آدم سو در نیار. خاک به سرم، من صدای آدم سو در میارم. اعصابش میریزم، چه برسه با من بیاد مهمونی. بوری من مهمونی های پر سر صدا و شلوغ نمیام. آقای دکتر، مهمونی به صدای ولوم بالا و اینا. گفته باشم آقای مهرزاد، من اصلا اعصاب مصاب موسیقی بلند ندارم. یعنی چی؟ پرستو خانم، من بهتون گفته باشم من بی خودی 7.5 میلیون سیستم ندادم رو باشی نصب کنم که موسیقی آروم گوش بدم. گوش کردن به موسیقی با صدای بلند برای گوشتون اصلا خوب نیست، سنگین میشه در دراز مدت. اهل من اینه با بزرگا میمونه پیرمرد. مسخون هوری، انقدر به من میگی پیرمرد پیرمرد، دارم احساس پیری میکنم واقعا. خب حق داری، حق داری آقای دکتر، به خاطر اینکه اونی خانم 20 سال از شما کوچیک‌تره. کوچیک‌تر هست که هست، شما چی کاره این نیم وسط؟ با من درست صحبت کن پرستو، من 5 تا کشتی دارم، هیچ کس به من اینجوری حرف نمیزنه. آقای ارسطو، بهتره شما هم بدونی که با خانم شیرزاد باید درست صحبت کنی. ببخشید آقا، من شما چرا از خانم شیرزاد طرفداری می‌کنین؟ جریان چیه؟ بله جریان چی آقای دکتر؟ واقعا جریان چی آقای دکتر؟ خواهش می‌کنم ازت اون آدامسو از دهنت در بیار. نمی‌خوام. میگم اون آدامسو بده به من. آقای دکتر، صدا تو سر خانم هوری خانم بلند نکن. چی شد؟ شما که صدای بلند دوست داشتیم. گفتم اون آدم سو بده به من. توف کن بیرون. دکیم؟ بله. شما چقدر قوین. ببخشید. خانم شیرزاد. بله. حالتون خوبه خانم شیرزاد؟ بله. ایوا بشکنه دستش. آه نه، تقصیر خودم بود. نه خب اصلش که تقصیر من بود. نه، ببینید مقصر منم که برای لجبازی داشتم با یه دختر این سنی ازدواج میکردم. بله لحظه اجازه بدین. شما بله تقصیر شما بود. شانس آوردم ها. بله من هم شانس آوردم ها. بله شانس آوردیم ها. بله. عجب داستانی بود واقعا. بله. یعنی منظورم اینه که واقعا عجب داستانی بود. شماره 143. خانم شیرزاد به من افتخار میدین با هم بریم آزمایش؟ بله. تو این سالها توی ساختمان پزشکان تلاف داشتیم. بله واقعا. ولی خیلی وقت بود عروسی نداشتیم. برای همین عروسی هومن و خانم شیرزاد خیلی چسبید. چه عروسی با شکوهی.